سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از برنامه های رسانه موزیکلند. من علی حسین پورم و خوشحالم که با ما همراهید. ما چند وقت پیش برنامه در رابطه با کنسرت های بیکیفیت گذاشته بودیم، اجراهای بد. توی اون برنامه یک بخشی از حضور بابک جهانبخش، اجرای بابک جهانبخش رو توی برنامه که بنیامین بهادوری مجری برنامه بود گذاشته بودیم و گفتیم که این اجرای خوبی نیست، فالشه و کوک نیست. آقای جهانبخش اومدن یه کامنتی گذاشتن که نوشته بودن خیلی آدم باید بیوجدان باشه، 40 روز از عمل جراحی قلب بازم گذشته بود و به دعوت بنیامین رفتم برنامهش و حتی نمیتونستم حرف بزنم و حالا چون که ازم درخواست کرد درخواستش رو رد نکردم، ولی یه نگاهی به بسی که درست اینم بستن بکن، شاید یه خورده وجدان درد گرفت و من حتی اون موقع قفسه سینم هم جوش نخورده بود. ما آمدیم یک معذرت خواهی کردیم صورت استوری از بابک جهانبخش و توی دایرکت هم صحبت هایی کردیم و معذرت خواهی کردیم، اما انگار فرهنگ معذرت خواهی هنوز توی کشور ما جا نیفتاد. یه سری از هوادارانشون اومدن آها دیدی اشتباه کردی، دیدی حرف علکی میزنی. دوستان ما حرف اشتباهی نزدیم، ایرادی هم که گرفتیم کاملا وارد بود، تنها از بیماری آقای جهانبخش بیخبر بودیم و اگر هم نظری دادیم راجع به فالشخونی ایشون درست بود. اما قضیه به اینجا ختم نشد. آقای بابک جهانبخش چند روز بعدش توی یک کنسرتی آنها یه سری صحبتهایی کردن که حالا این صحبتها رو با هم دیگه میشنویم و من البته بیشتر معتقدم که این حرفا یک مغلطه بود، یک خریدن ترحم بود بیشتر برای خودشون. بشنویم صحبت ها رو با هم دیگه. این روزا یه موج میافتاده و هر کی متاسفانه دور از جون شما و نسبت کنه جریان فضای مجازی وجود داره و این موج کاملا بر تخریب خوانندگان پاپ داخلیه. یک موجی را افتاده در راستای تخریب خوانندگان پاپ داخلی. آقای بابک جهانبخش بفرمایید که اگر موجی هست که چرا آب نمیبره یه سری ها رو و همینجور روز به روز داره ریشه هاشون محکمتر میشه. موجی وجود نداره و اگر که در تخریب خواننده های در راستای تخریب خواننده های داخلیه، پس چرا این موج راجب حمید حامی، نیما مسیحا، راجب بهنام بانی، راجب امین بانی، راجب علیرضا پوراستاد، علی زند وکیلی، مهدی یغمایی، امید حاجیلی، محمد اصفهانی و خیلی های دیگه نیست؟ اینا جزو خواننده‌های داخلی نیستن؟ چرا موج سمت اونا نمیاد؟ این موجی که شما میفرمایید. بریم ادامه رو گوش بکنیم. من فقط یه چیزی رو میخوام بهتون بگم، هیچ کس دلسوز نیست. هیچ کس دلسوز نیست. کسی که ایرادها رو میگه دوستان دلسوز نیست. کسی که میگه این اجراها ایراد داره، مشکل داره، اشتباهه، اون آدم دلسوز نیست. کسی که به صورت رایگان گوش مردم رو به سمت شنیدن موزیک درست، سالم، صدای درست، اجرای درست میبره دلسوز نیست. اما اون کسی که 400 هزار تومان تا 700 هزار تومان هزینه کنسرت میگیره، اون آدم دلسوزه، میاد و برای دلسوزی برای شما میخونه. ولی کسی که رایگان برنامه تولید میکنه، آموزش میده، اون نه، اون دلسوز نیست. اگر این افتخار رو داشتیم که چندین و چند سال بخونیم، به اعتبار شما بوده. یعنی اگه شما کنسرت اول به دوم دیگه بلیت ما رو نمیخریدید و ما رو حمایت نمی کردید، قطعا من هم نمیتونستم ادامه بدم. هیچ تهیه کننده هم رو من سرمایه‌گذاری حتی نمی کرد. اولا که آقای جهانبخش تهیه کننده ها خب دنبال پولن، مسلما دنبال هنر نیستن اکثر قریب به اتفاقشون. این که میگید اگر شما حمایت نمی کردید، بله قاعدتا اگر آموزش وجود داشت، اگر راه و روش صحیح شنیدنی وجود داشت، اگر انتقادی وجود داشت، مخاطب تفاوت خوب و بد رو متوجه می شد، خیلی از کنسرت ها بساتشون چیده نمی شد که الان برای برچیده شدنشون خیلی ها بخوان ترس و واهمه ای داشته باشن. مخاطب آگاه دنبال کار درست حسابیه، ایراد رو نمی پذیره، ایراد رو قبول نمی کنه از هنرمندش. فقط میخوام یه چیز بهتون بگم،
این خواهش ازتون دارم. خیلی استرس بچه‌ها این روزا توی کار همشون زیاده. ما شرایط خیلی عالی نداریم. خط قرمزهای زیادی داریم و بچه‌ها بالاخره هر کدوم تحت فشار قرار می‌گیرن. من این خواهش ازتون. این خطوط قرمز توی همه اصناف، توی همه مشاغل هست. ولی اگر کسی کارش رو اشتباه انجام بده، خطوط قرمز توجیه درستیه؟ خودتون پاسخش رو بدید. چه خط قرمزی جلوی شما رو میگیره که شما کوک نخونید؟ کی میاد جلوی شما رو بگیره که ببین اینجا سالم اجرا کردی، سالم اجرا نکنی ها؟ این خطوط قرمز همه جا وجود داره. بریم ادامه صحبتاتون رو بشنویم آقای جانبخش. این چیزهایی که شما میبینید در مورد هر خانه، باور کنید خیلی هاش تیکه تیکه به هم چسبونده میشه و میگن که حالا میگنم اصطلاح قشنگ یه نمان میگن باکچه که گیر بزنید یه یکی دوتا کرم رم میاد دیگه. تیکه تیکه به هم دیگه چسبونده شده. آقای جانبخش، من چند تا اجرا از شما بذارم که تقطیع نشده و تیکه تیکه به هم چسبونده نشده که شما دارید اجرای توی همین کنسرت این اجراتون بفهم. این اجرا فالشه، دارید اشتباه میخونید. تقطیع شده است این اجراتون. این اجرا تقطیع شده است آقای جانبخش؟ این اجراتون چطور؟ یه طرف تو این حالت، یه طرف منو ترسیمون زد، هر دو با خودمون بد کردیم، مدون خیلی تغییر کردیم، جوانیمونو با حسرت پیر کردیم. این اجرا تقطیع شده است که این همه فالشی داره؟ این چیه آقای جهانبخش؟ این اجرا تقطیع شده است آقای جهانبخش؟ این اجراتون چطور؟ هیچ کدوم نه اجرای سالمی بودن نه اجرای تقطیع شده ای بودن. اینا هم من و همکارانم هم نیومدیم از کنسرتون. من شخصا اگر بخوام برم به کنسرتی ترجیح میدم برم جایی که موسیقی واقعی رو بشنوم. اما صحبت اینجا آقای جهانبخش، این فیلم ها رو چه کسانی میفرستن و چه کسانی میگیرن توی کنسرت شما؟ همون هواداران شمایی هستن که میفرمایید حمایت میکنن، همین ها میان این ویدیوها رو میفرستن که میگن آقا ما رفتیم کنسرت و این اجراها بد بوده و پولمون رو دور ریختیم. من مستقیما به شما نمیگم ها، کلیت رو دارم میگم. بریم ادامه صحبتاتون رو بشنویم. آقا من کامپیوتر نیستم، ممکنه روز بد داشته باشم، روز خوب داشته باشم، شاید اصلا یه روز ناخواسته بیام اینجا سرما خورده باشم،
ولی اینا این فیلم ها رو برمی دارن تیکه تیکه بر علیه هنرمنده ها، حالا نه تنها من، همه یه بچه فکر کنم بچه خوشون ثابت کنم. اتفاقا چون که بچه خودشون رو ثابت کردن، ما میگیم که دارن فالش میکنن. یه نفری هست میره یک نوت فالشی ازش در میره به خاطر هزاران اجرای درست قبلیش، آدم چشم پوشی میکنه، میگه خب اشتباه شده، ایرادی داره. ولی وقتی شما اثبات شده ای توی فالش خوندن، توی هزاران هزار برنامه‌ای که آدم میبینه طرفدار فالش میخونه، یه بله اون اثبات شده است که این آدم هنرش صرفاً تولید صدا کردنه، تولید صدای ناهنجاره. بله اون اثبات شده است. بهشون بها ندید، من این خواهش رو ازتون دارم، روتون تاثیر نذاره. چرا بهشون بها ندید و روتون تاثیر نذاره؟ چون که دارن حرف حق میزنن، چون که امکان داره ایرادهای شما و مشکلات شما نمایان بشه و کنسرت هاتون فروشش بیاد پایین. چرا بها ندن؟ آیا داریم حرف نامربوط میزنیم که بها ندن و گوش نکنن و اهمیت ندن؟ آیا چیزی به غیر از واقعیت گفتیم؟ اگر گفتیم تشریف بیارید روبروی همدیگه که مناظره بکنیم و بفرمایید که ما داریم اشتباه میگیم و دروغ میگیم. اون جاهایی که میگیم فالشه فالش نیست، اگر دروغی به کسی بستیم تشریف بیارید بگید که دروغی بسته شده و پران چیزی که فکر میکنید حقانیت شماست. چون کاملا همون آقایونی که این کارو میکنن اگه یک دقیقه بیان اینجا وایستن و بخونن، خودشون متوجه میشن با توجه به استانداردهایی که سالن‌های ما اصلا نداره، که تازه همین سالنی که ما داخل شستیم که بهترین هاست، خیلی گهگداری واقعا با کیفیت برنامه اجرا کردن سخته. ولی چی کار کنیم؟ یا باید کلا قطعش کنیم، خدافظی کنیم، یا باید بیایم اصلا انرژی بگیریم. دو تا مورد رو بگم. یکی این که سالن های ایران استاندارد نداره کاملا درسته و حق رو بهتون میدم، اما توی همین سالن ها آیا دیگران اجرا نمی کنن؟ چرا کسی نمیره فیلم های اونها رو تقطیع بکنه؟ چرا کسی نمیگه اونها دارن فالش اجرا میکنن؟ و بعد این حرف شما مثل این میمونه که میفرمایید مثلا من برم بگم که آقای خلبان زیاد افتادیم توی چاله هوای، حالمون بد شد، یه فکری بکن به حالش، و دستی هواپیما رو بکش و بگی خودت بیا بشین ببینم میخوای چی کار بکنی. من تخصص شما اگه قرار باشه بنده بیام روی استیج بخونم و فالش، شما هم بخونید و فالش، فرق من و شما چیه؟ شما موظفی درست بخونی به خاطر اینکه شما خواننده ای و شما داری دست مزد خوندنت رو میگیری از مردم. به غیر از اینه، بنده اگر بیام 6 برابر شما فالش میخونم به خاطر اینکه تخصص من نیست. اما میتونم از شما دعوت بکنم روی همون استیجی که میگید بشینیم و با هم دیگه مناظره فنی موسیقی داشته باشیم. خوندن کار من نیست ولی موسیقی که کار شما هست، بشینیم و با هم دیگه مناظره بکنیم، ببینیم شاید شما درست میگید، ما داریم اشتباه میکنیم. من روی همون استیجی که شما میخونید حاضرم 20 نفر رو بیارم که یک نوت فالشم اجرا نکنه. میگه توی ایران الان این اجرا مگه توی ایران دیگه؟ اجرا توی ایرانه دیگه. آقا مشکل ما اینه که آقای جهانبخش فقط سالن، داستان سالن نیست، شما توی خونتون بدون خطوط قرمز، بدون هیچ گونه استرسی نشستین، یه اونجا هم که موقعیت و شرایط صدایی بد که پاکم نیست، بفرمایید توی خونه اجرا کردید. چقدر گریه کردم که از خواب من
فقط قطع یه لحظه بیداشی، خودم خستم و تو نباید دیگه به این خستگیام گرفتاشی. این فیلمو دیگه منو دیگران که نگرفتیم از این فیلمو خودتون منتشر کردین. شما حتی متوجه ایرادهای خانش خودتون هم نیستین و اومدین این فیلم رو منتشر کردین. این دیگه مشکل منه واقعا نیست آقا. و بعد انتهای صحبتاتون، یا باید کل قطعش کنیم، خدافظی کنیم، یا باید بیان اصلا انرژی بدیم. یعنی گزینه سومی وجود نداره، یا باید کلن کنسرت ها برچیده بشه یا اینکه بیایم اصلا انرژی بگیریم. این وسط گزینه آموزشی وجود نداره، من برم یاد بگیرم که درست بخونم، این وجود نداره. هیچ راه دیگه‌ای برای اصلاح این قضایا نیست. خیلی عجیب. واقعا تنها چیزی که میتونم بگم قضاوتش با مخاطب ها که ببینیم اونها نظرشون چیه. اما یه صحبتی کرده بودید آقای جهانبخش، من خیلی دوست داشتم که در انتهای این صحبت رو حتما یک جنبندی بکنیم. فرموده بودید که پیچی ندارم بگم متاسفم واسه یه لقمه نون حروم روی ازهان کار میکنید، خدا حواسش هست که امثال شما باید نونت رو از خراب کردن دیگران بخوری. چقدر بده که نونی که از تخریب و تهمت ناروا به دست بیاد، که این انسان که اگه انسان بزرگی بودی وقت برای این کارا نداشتی. خدای من همیشه بزرگ بوده و هست و خدا چیزی رو بی جواب نمیذاره. اگر اعتقاد به خدا دارید که شما هم دارید تهمت میزنید، چون که شما که بنده رو نمیشناسید. یک. دو، اگر اعتقاد به خدا دارید که خدا داره یه نونی رو میده، پس شما دارید میگید که خدا نون حروم داره میده دیگه. نمیدونم این پارادوکس اعتقادیتون رو کجای دلم بذارم. ما چه نونی از تخریب شما، مثلا کی میاد پول بده به من که بگه برو از بابک جهانبخش ایراد بگیر؟ خب ایراد در کار شما مشهوده، چه کسی میاد به من پول بده که اون پول برای من بشه نون حروم، لقمه حروم؟ ما داریم در راه اصلاح یک کاری را انجام میدیم، اما بگیم که داریم از این راه نون میخوریم. اگر راجب حقایق گفتن، اگر حقیقت رو گفتن خوردن نان حرام است و پول از مردم گرفتن و کار ایراددار بهشون تحویل دادن، کار بیکیفیت بهشون تحویل دادن نون حلال خوردنه، که دیگه اون هم قضاوتش بمونه هم با مخاطب ها هم با خودتون. پروین اعتصامی میگفت، نمیدونم شعرش رو درست یادم میاد یا نه، میگه دزد جاهل گر یکی ابریق برد، دزد عارف دفتر تحقیق برد، دیده های عقل گر بینا شوند، خودفروشان زودتر رسوا شوند. شاید خیلی ها از بینا شدن دیده های عقل واهمه دارن. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. اگر نظری دارید حتما برای ما بنویسین، توی بخش کامنت ها همه رو میخونیم و تا جایی که بشه پاسخ میدیم. ارادتمندم تا یه قسمت دیگه در رسانه موزیکلند. خدا نگهدار.